آزادسازی گروهی از خدمه نفتکش توقیف شده یونانی توسط ایران. یک شرکت یونانی که نفتکش متعلق به آن دیماه امسال توسط ایران توقیف شده بود میگوید فرایند آزادی خدمه های کشتی آغاز شده است. سایت تریدوینز که اخبار حوزه دریانوردی را پوشش می‌دهد گزارش داده است که 17 خدمه نفتکش سنت نیکولاس متعلق به شرکت امپایر نویگیشن یونان آزاد می‌شوند. این شرکت از آزادی 11 خدمه فیلیپینی نفتکش یاد شده و بازگشت آنها به شهر مانیل فیلیپین از روز یکشنبه خبر داده و گفته است انتظار می‌رود 6 خدمه دیگر نیز به زودی از ایران خارج شوند. ایران پیشتر در دیماه یک خدمه یونانی نفتکش یاد شده را آزاد کرده بود. نفتکش سنت نیکولاس که پیشتر با نام سوئز راجان فعال بود، همان کشتی است که آمریکا در ماه آوریل پارسال محموله نفتی ایرانیان را توقیف کرد و تابستان امسال این محموله را در تگزاس تخلیه کرد و به فروش رساند. سپاه پاسداران پیشتر تهدید کرده بود که دست به تلافی خواهد زد. ارتش جمهوری اسلامی در زمان توقیف نفتکش سنت نیکولاس در دیماه امسال اعلام کرد این کشتی با حکم قضایی و تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی توقیف شده و برای تحویل به مقامات قضایی در مسیر یکی از بنادر ایران است. بیانیه ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرده بود دلیل این اقدام سرقت یک محموله نفت ایران از سوی آمریکا بوده است. رسانه‌های ایران همچنین هفته گذشته گزارش دادند یک دادگاه جمهوری اسلامی حکم به توقیف و تخلیه محموله نفتی آمریکایی نفتکش ادوانتج سوئد داده است که در خلیج فارس متوقف شده بود. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارزش این محموله نفتی را بیش از 50 میلیون دلار اعلام کرده اند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هفتم اردیبهشت امسال نفتکش ادوانتج سوئد را با این ادعا که به یک لنج ایرانی برخورد کرده است توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشتی ادوانتج سوئد که با پرچم جزایر مارشال حرکت می کرد، از سوی شرکت بزرگ نفتی آمریکایی شورون اجاره شده بود. این کشتی حامل نفت کویت به آمریکا بود.